در پی تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، فشارهای بین المللی برای پذیرش آتش‌بس 21 روزه به اوج خود رسیده است. کشورهای مختلف از جمله فرانسه و آلمان خواستار توقف فوری درگیری‌ها و جستجوی راه حل‌های دیپلماتیک شدند، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این درخواست‌ها را نادیده گرفته و به ادامه عملیات نظامی خود تأکید کرده است. در این میان حملات هوایی اسرائیل به لبنان و واکنش حوثی‌های یمن به این درگیری‌ها اوضاع را پیچیده تر کرده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله، فشارهای بین المللی برای پذیرش تنش‌های 21 روزه توسط اسرائیل افزایش یافته است. رهبران فرانسه، آلمان و آمریکا خواستار توقف درگیری‌ها و جستجوی راه حل‌های دیپلماتیک شدند، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت این پیشنهاد را رد کرده و دستور ادامه جنگ با تمام قدرت را صادر کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصمیم نتانیاهو را اشتباه خوانده و خواستار پذیرش مسئولیت تشدید تنش‌های منطقه‌ای توسط اسرائیل شده است. وی همچنین بر اهمیت همکاری آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل تاکید کرده است. در همین حال حمله موشکی حوثی‌های یمن به تل آویو درگیری‌ها را پیچیده‌تر کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌های شلیک شده از یمن را رهگیری کرده و آژیرهای هشدار در مناطق مرکزی اسرائیل به صدا درآمده است. این در حالی است که دست کم 92 نفر در حملات هوایی اسرائیل به لبنان جان خود را از دست دادند. تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در ادامه جنگ خونین میان اسرائیل و حزب‌الله همچنان در جریان است.